نام خداوند بخشنده و مهربان سلام شاگردای عزیز امیدوارم که حالتان خوب باشه از مکتب هادی با فیزیک سنف هشتم جلسه دوم از فصل اول در خدمت شما هستم شاگردای عزیز اگر سوالی دارید از ما با شماره واتساب دوسیف 964 780 255 چل سیزده در ارتباط باشیم خب در جلسه قبل ما چی مفاهیم را یاد گرفتیم اول موضوع فصل ما چی بود فصل اول آفرین در رابطه با حرارت و اثرات حرارت روی مواد صحبت کردیم چی موضوعاتی را یاد گرفتیم؟ اول درجه حرارت تعریف کردیم چی بود درجه حرارت؟ معیاری بود که سردی و گرمی اجسام نشان میداد خب گفتیم برای سنجش درجه حرارت از چی وسیله استفاده میکنیم آفرین از ترمومتر دیگه خب حالا این ترمومتر گفتیم باید درجه بندی شود انواع درجه بندی رو گفتیم چی بود؟ یک آفرین کلوین دو سلسیوس و سه هم فارنهایت بود دیگه ما با کدامش آشنا شدیم؟ با سلسیوس آشنا شدیم دیگه آفرین بر شما آقای سلسیوس چیگونه درجه بندی را انجام داد؟ آمد یک ترمامتر سیمابی را در نظر گرفت داخل یخ در حال ذوب شدن قرار داد هر جایی که سیماب ثابت شد علامت زد صفر. سفره بازی را گرفت چیکار کرد؟ ده آب غلیان قرار داد یعنی آب خالصی که در حال غلیان است این را قرار داد هر جایی که سیماب ثابت شد علامت زد گویی یک صده. بین صفر و یکصد به یکصد قسمت مساوی تقسیم کرد گفت هر قسمت میشه یک درجه سلسیوس اینا رو ما در جلسه قبل با همدیگه یاد گرفتیم اما در این جلسه یعنی جلسه دوم قصد داریم چی مطالبی رو با همدیگه یاد بگیریم یک نگاهی داشته باشیم میگیم در جلسه دوم شاگردای عزیز اول در رابطه با حرارت صحبت میکنیم حرارت تعریف میکنیم واحدش میگیم برای شما در رابطه با منابع انرژی صحبت میکنیم و در آخر هم پدیده این و این قبازه با همدیگه موارد بررسی قرار میدیم پس با انرژی بریم این درس با همدیگه شروع کنیم <applause> چیه؟ فرض کنید که شما یک گلاس چای دارید چایتان هم داغ است خب شما یه حرارت از این احساس میکنید در فصل گرما حرارت هوای گرم احساس میکنید حالا همین گلاس چایی که در شما هسته شما مثلا با اندیوالتان مشغول صحبت میشین یا برنامه خودتان مکتب حادی در حال تماشا هستین و یادتان میره چایتان بینوشید چه اتفاقی میفته؟ بعد از مدتی چایتان سرد میشه دیگه خب چرا اتفاق افتاد؟ چرا چای سرد شد اصلا؟ ما یک کمیتی رو تعریف میکنیم به نام حرارت حرارت چیه؟ خب تعریفش دقت کنیم میگیم که حرارت مقدار انرژیه که به دلیل اختلاف درجه حرارتی که بین دو جسم وجود داره مبادله میشه پس ما دو تا نکته رو یاد گرفتیم اول حرارت چیه؟ حرارت انرژیه دو حرارت چرا انتقال پیدا میکنه؟ به دلیل اختلاف درجه حرارتی که بین دو جسم وجود داره دیگه پس وقتی که شما این گلاس چایتان سرد میشه علتش چیه؟ علتش یکی که اختلاف درجه حرارتی وجود داره بین محیط و گلاس چای شما سعی شد میریم در ادامه واحد حرارت چی میتونه باشه؟ یکم فکر کنید ما گفتیم حرارت چیه؟ حرارت انرژیه دیگه نوع انرژیه واحد انرژی را شما در سنفای قبل یاد گرفتید چی بود؟ جول بود دیگه پس چون حرارت نوعی انرژیه پس واحد اندازه گیریش هم جول است دیگه اما از یک واحد دیگه هم استفاده میشه به نام کالوری دیگه پس ما دو تا واحد معرفی کردیم یکی جول یکی کالوری که جول متداول تر هستن یعنی بیشتر استفاده هم میشه اما لازم ما کالوری را هم یاد بگیریم ت... کالوری را چی تعریف میکنیم شاگرد عزیز میگیم که کالوری مقدار انرژی حرارتیه که ما به یک گرام آب میدیم تا درجه حرارتش یک درجه سلسیوس زیاد شود. یک بار دیگه تعریف میکنیم کالوری چیه؟ مقدار انرژی حرارتیه که ما به یک گرام آب میدیم تا درجه حرارتش یک درجه سلسیوس زیاد شود. اما شاگردای عزیز وقتی که ما برای یک کمیت در فیزیک دو تا واحد تعریف میکنیم باید یاد داشته باشیم که اینها رو به همدیگه تبدیل کنیم پس ما اگر برای حرارت ما دو تا تعریف کردیم گفتیم ژول کالوری باید یاد داشته باشیم اینها رو به هم تبدیل کنیم در بعضی از مسائل ما کالوری نیاز داریم در بعضی از مسائل هم ژول نیاز داریم چگونه اینها رو به هم تبدیل کنیم میگیم که هر یک کالوری برابر با 4 اشاریه دو جول به تخت سیاه نگاه کنید پس چی میگیم؟ میگیم که هر یک کالوری برابر است با چهار اعشاریه دو جول دیگه صحیح شد یعنی چی؟ یعنی اگر در مسائل به ما کالوری دادند و ما خواستیم که به جول تبدیل کنیم هر عددی که ای داشتیم ضربی در چهار اعشاریه دو میکنیم مثلا ده کالوری داشتیم خواستیم به جول تبدیل کنیم ای ده را ضربی در چهار اعشاریه دو میکنیم اکسش خواستیم عمل کنیم یعنی در مسائل به ما جول دادن واحد جول دادن و ما میخواستیم این جول تبدیل کنیم به کالوری چیکار میکنیم؟ آفرین تقسیم انجام میدیم دیگه یعنی هر عددی که اینجا بوده تقسیم بر چار اشاریه دو میکنیم و کالوری رو برای ما ایجاد میکنه خب چند تا مثال با همدیگه حل کنیم مثال ها رو ببینیم گفته که مثال توجه کنید اگر هر گرام چوب 16800 ژول انرژی داشته باشه گفته این انرژی را بر اساس واحد کالوری برای ما بنویسیم یعنی 16800 ژول داریم میخوایم به کالوری تبدیل کنیم این سوال با هم دیگه حل کنیم سوال بعدی را شما برای ما حل میکنیم پس ما چی داریم ما 16800 ژول داریم میخوایم چیکار کنیم ای را تبدیل کنیم به کالوری چی کار میکردیم؟ یادتان هست؟ اصلا آفرین ای را تقسیم بر چهار اشاری دو میکردیم پس اگه ما 16800 ۸ صد تقسیم بر 4 اشاری دو کنیم عددی که به ما میده عددی 4000 هزار سعی شد؟ پس ما آمدیم جوله به کالوری تبدیل کردیم اما سوال بعد ببینیم سوال بعد شما برای ما حل میکنین شاگردای عزیز سوال چی گفته؟ گفته اگر هر گرام زغال سنگ 33600 ژول انرژی داشته باشه خیلی انرژی زیادیه این انرژی رو گفته بر اساس واحد کالوری برای ما دریافت کنید این سوال برای ما حل کنید به شماره واتسابه دوسیف 964 780 255 40 13 روان کنید ما جوابای شما را بررسی کنیم ببینیم که شما این تبدیل واحد خوب یاد گرفتید اما یک نکته مهم میخوایم بگیم در این قسمت شاگردای عزیز خیلی از وسایل برقی که ما استفاده میکنیم مقدار انرژی را به صورت انرژی حرارتی ضایع میکنن مثلا گروپ های برقی رو در نظر بگیریم ورودی از این چیه؟ انرژی برق دیگه برق وارد از این میشه خروجش چیه؟ انرژی نورانی محیط قراره که برای ما روشن کنه اما اگر نزدیکش برید دست خودتان نزدیک کنید میبینید یک گرمایی را یک حرارتی را احساس می‌کنید پس اینجا نتیجه که میگیریم یک مقداری از این انرژی که وارد از این برقی شد زایه شد به چه صورت؟ به صورت انرژی حرارتی و خیلی از وسایل دیگه مثلا پکه برقی که استفاده میکنیم هم همین حالت داره دیگر. انرژی حرارتی برای کاربردهای زیادی داره مثلا ما برای پختن غذا از انرژی حرارتی کمک میگیریم صحیح شد برای دم کردن چای برای گرم کردن خودمان در فصل که هوا خیلی سرد در زمستان یا در تولید ما اگر بخوایم تولید داشته باشیم وسایل مختلف تولید کنیم از انرژی حرارتی باید استفاده کنیم و این انرژی حرارتی نیاز به یک منابعی داره که تأمین شود دیگه خب حالا ما این منابع انرژی را شاگردای عزیز و محترم به دو دسته تقسیم میکنیم یک منابع انرژی که تجدید ناپذیره دو منابع انرژی که تجدید پذیره اما اینا چی <applause> میگم که منابع انرژی تجدید ناپذیر شاگردای عزیز در طول میلیون ها سال طول کشیده اینا ایجاد شدن پس وقتی ما اینا رو مصرف میکنیم میلیون ها سال دیگه طول میکشه اینا ایجاد شدن یک بار قابلیت استفاده دارن منابعشون خیلی محدوده تحقیقاتی که انجام دادن چند دهه دیگه این منابع انرژی تجدید ناپذیر خلاص میشه و یک عیب بزرگی که دارن محیط زیست ما را آلوده میسازن این منابع انرژی حالا اینا چی منابع انرژی تجدید ناپذیر شاگردای عزیز دو دسته هن. یکی سوخت های فسیلی و یکی هم سوخت های استعی. سوخت های فسیلی شامل چیه؟ شامل نفت شامل گاز طبیعی شامل چی هسته؟ شامل زغال سنگ اینا میشن سوخت های فسیلی اما سوخت های اصلی چیه؟ شما در صنف های بعد با سوخت اصلی آشنا میشین اما همینقدر بدانین برخی از اتم ها مثل یورانیم اینا هسته اینها قابلیت شکافت دارن. یک شکافتی دسته اینها ایجاد میکنن و یک انرژی بسیار زیادی آزاد میشه این یورانیان هم محدوده یعنی در طبیعت خیلی خیلی کم پیدا میشن. پس جز منابع انرژی تجدید ناپذیر اما در مقابل منابع انرژی تجدید ناپذیر منابع انرژی تجدید پذیر قرار دارن منابع انرژی تجدید پذیر منابعی یعنی که در مدت زمان خیلی کوتاه ایجاد میشن اگه ما مصرف کنیم سریعا جایگزین میشن تمام نمیشن اجوقت و همچنین آلودگی برای ما ندارن. محیط زیست خراب نمیکنند اینا شامل چیه به نظر شما آفرین مهمترین منبع انرژی تجدید پذیر شاگردای عزیز چی هسته انرژی آفتابه تحقیقاتی که دانشمندان فیزیک انجام دادن به این نتیجه رسیدن که در هر ثانیه انرژی که زمین از آفتاب دریافت میکنه معادل سوختن 3 میلیون تول 3 میلیون تن تل است بس انرژی خیلی زیادیه دیگه ما باید از این انرژی بهره بگیریم چیکار میکنیم از صفحه های آفتابی که ساخته شده استفاده میکنیم برای تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی حرارتی و دیگر انرژی ها دیگه چه انرژی هایی میتونیم داشته باشیم به نظر شما آفرین انرژی باد ما از باد استفاده میکنیم توربین های بادی که ساخته شدن انرژی باد به انواع و اقسام دیگه انرژی ها تبدیل میکنن انرژی امواج دریا از امواج دریا پور از انرژی ما استفاده میکنیم و این انرژی رو تبدیل میکنیم به دیگر صورت های انرژی به نظر شما چی منابع انرژی تجدید پذیر دیگه در طبیعت وجود داره در رابطه با این سوال من فکر کنید یک کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم شما بررسی کنید که در محل زندگی شما هر جایی که هستید امکان استفاده از کدام یک از انرژی های تجدید پذیر وجود داره انرژی آفتاب، انرژی باد از کدامش ما میتونیم بهره بگیریم و جواب های خودتان همراه با ذکر محل زندگیتان به شماره 2964 780 255 چیل سزده روان کنید تا ما بفهمیم که در منطقه که شما زندگی میکنید از چه انرژی میتونیم ما استفاده کنیم اما میریم سراغ یک مبحثی به نام پدیده اینبیستاد و انقباض. اینا چی هستن؟ شاگردای عزیز وقتی که ما درجه حرارت یک جسم بلند میکنیم بالا میبریم درجه حرارت جسم حجم جسم افزایش پیدا میکنیم به این عمل ما میگیم انبساط در مقابل وقتی که درجه حرارت جسم ما کاهش میدیم کم میکنیم درجه حرارت جسم حجم جسم کاهش پیدا میکنه بعضی میگیم چی؟ بعضی میگیم انقباز پس انبساط و انقباز ما به هم دیگه یاد گرفتیم اما به نظر شما علت از این انبساط و انقباز چی هست و چرا پدیده انبساط و انقباز در اجسام روی میده خب علتش با هم بررسی میکنیم ما یاد گرفتیم که مواد از ذرات بسیار ریزی به نام اتم ساخته شده ای اتم ها هم که در کنار هم قرار میگیرن مالیکول ایجاد میکنن اتم ها دارای یک حرکت احتزازی هستند یعنی سر جای خودشان یک حرکت احتزازی یا حرکت لرزه‌ای دارند بین اتم ها هم یک فضای خالی وجود دارد وقتی که ما درجه حرارت بالا میبریم حرکت احتزازی اتم ها زیاد میشه فاصله بین اتم ها چی میشه؟ زیاد میشه پس افزایش درجه حرارت چی کاری روی جسم انجام میده؟ یک حرکت احتزازی را زیاد میکنه حرکت احتزازی اتم ها دو فاصله بین اتم ها را زیاد میکنه که باعث میشه حجم جسم افزایش پیدا کنه و انبساط در جسم رخ بده و انقباز هم عکس همیه وقتی که ما درجه حرارت جسم کم میکنیم در واقع حرکت احتزازی اتم ها کم میشن فاصله بین اتم ها کم میشه و حجم جسم کاهش پیدا میکنه که به این پدیده ما میگیم چی؟ انقباض پس ما انبساط و انقباض و علت از با همدیگه یاد گرفتیم اما یک سوال که شما با استفاده از دو تا فقانه یک آزمایشی رو برای ما طراحی کنید که پدیده انبساط و انقباض برای ما نشان میده فکر کنید که میت... چگونه میتونید با استفاده از دو تا فقانه یا آزمایش طراحی کنید جوابای خودتونه و شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید ما راهدان شما را بررسی کنید ببینیم که چی آزمایش میتونیم انجام بدیم تا پدیده انبساط و انقباض رو بتونیم نمایش بدیم خب شاگردای عزیز ما در این جلسه با حرارت آشنا شدیم گفتیم حرارت نوعی انرژی دیگه که به دلیل اختلاف درجه حرارت بین دو جسم مبادله میشه در ادامه منابع انرژی رو یاد گرفتیم منابع انرژی تجدیدپذیر پذیر تجدید ناپذیر و در آخر هم در رابطه با انبساط و انقباض صحبت کردیم انبساط افزایش حجم باز کاهش حجم است تا درس بعدی همه شما عزیزان به خداوند یکتا مسپارم شاد پیروز و سربلند باشید